بی خودی اینقدر آبگوره نریز. تازه اگر اینجوری هم نمیشد ها، 100 سال سیاه تو رو به این پسر سیبیل قیتونی نمیدادم. کوتا بیا حشمت. خب دختر حق داره دیگه، تازه من کلی ناراحت شدم. حالا فهمیدین چرا از فوتبال بدم میاد؟ چون تهش بی آبرویه، حقارته. همین مونده بود آخر عمری توی تلویزیون نشونمون بدن جلو کس و ناکس بشیم سکه یه پول. همش هم تقصیر توه. آقا جون به من چه ربطی داره؟ شاگرد شما پاشو رفته استادیوم فوتبال ناکله میندازید گردن من؟ حالا حرف نزنی میمیری؟ یه کلمه‌گو غلط کردم ببخشید باباته. بابا چقدر بحث میکنی شما؟ بس کنید دیگه. ناسلامتی امروز یه ارث میلیاردی بهتون رسیده. به چه کل کل کردن یه خورده فکر کنین. ببینید با این ارثی حیوانی میخواین چیکار کنین؟ چی کار میتونی بکنیم؟ ارث حیوانی رو، حیوانا رو میفروشن دیگه. حالا اومدیم و فروختیم که چی کارش بکنیم؟ آقا ما هم میگم بزنیم تو کار ساخت و ساز. یه زمین چند هکتاری میگیریم عین چنار توش برج میکنیم. نه گوش کن ببین چی دارم میگم. آخه من مطمئنم این کارو بکنیم بعد یه مدت نبض بازار مسکن میفته دست خودمون. فقط باید بشینی یه گوشه پول بشموری. همین. نه آقا جان، این کارا دردسرش زیاده. از سر و کله زدن با شهرداری بگیر تا بالا و پایین رفتن نرخ گچ و سیمان، تازه آخرش هم که به خیر بگذره یهو بازار مسکن بیاد پایین، بعد دو دستی بزنی تو سرت. خر ما از کرگی دم نداشت آقا. بابا من نظری دارم، میگم ما رستوران‌های زنجیره‌ای بزنیم. الان پول تو شکمه. نه بابا تو پول. کارا رقیب داره. باید بری سراغ یه کاری که کس دیگه نره دنبالش. شرکت انیمیشن سازی چطوره؟ هم پول سازه هم کم. پول بدم تام و جری بسازم ها؟ نه آقا جون. دور کارهای هنری رو خط بکشین که اصلا از توش پول در نمیاد. آقا جون من یه فکری زد بسرم. البته به این شرط میگم که عصبانی نشید و در موردش فکر کنید. درباره چی؟ اینکه اگه شما اجازه بدین یه تیم فوتبال بخریم. یعنی اینکه رو فوتبال سرمایه گذاری کنیم. آخه میدونی چی آقا جون؟ الان پول تو فوتباله. چه غلطی کردی؟ پسر ای بیایا! من پدرتو در میارم. حالا کارت به جایی رسیده که به پدرت پیشنهاد بی‌شرمانه میدی؟ آقا حشمت، این بچه نادونه، یه حرفی زده. تو رو خدا چیزی نگو. آبرمون جلو در همسایه میره زابر آمیشن نکنی کارو. پدر من الان تو دنیا فوتبال حرف اول و آخر رو میزنه. یه بیزینس جهانیه. باور نداری؟ از دایی فرخ بپرس. من نپرسی، من هیچ چی نمیدونم. دایی؟ داییو کوفه، هر چی کم میاره پای منو میکشه وسط. خوب گوشاتو واز بکن. اگر یک بار دیگه اسم اون ورزش کذایی رو جلو من بیاری ها، دم به تو میگیرم، از این خونه میندازمت بیرون. آروم باش حشمت، سکته میکنی یه وقت میمیری خدایی نکرده. پسره به من میگه برو تو فوتبال. 100 سال سیاه. من حاضرم همه این میلیارد پولمو خرج بکنم که فوتبال ریشه کم بشه. اون وقت میام برم خودم یه باشگاه فوتبال بخرم که بچهای مردمو بدبخت بکنم. هرس نخور، بیا بریم تو. گفته باشم شهلا، این پسره حق نداره امشب پاشو بذاره تو خونه، وگرنه من میدونم و شماها. تو خجالت نکشیدی به پدر خودت چنین پیشنهادی دادی؟ بی حیا. خجالت بکش. امشب هم بیاریم تو اتاق من بخواب. دایی جون تو آدم فروشی نکن، دلسوزی پیشکشت. هر جور میلته همینجا بخواب. سی هزار سی میلیون 1 میلیارد چند تا صفر داره؟ 30 میلیارد بعد به مسافه تیم قدرتمند پرتغال خواهد رفت. این رو نباید نادیده گرفت که برزیل با سیستم 3-5-2 منحصر به فرد خودشه که میتونه هر حریفی رو پشت سر بذاره و
قهرمان جام 3-5 برمیگردیم به ادامه بازی یه بار دیگه. نگاه کنید یه روزی همه جانبه دیگه از بازی کنن تیم برزیل تو عمق دفاع با هم یک دو میکنن. عدد بزرگی از سرمایه گذاری های مالی، فیزیکی، اطلاعاتی انسانی مربوط به فوتباله و پول های کلانی تو این ورزش جا به جا میشه. حائز اهمیت اینجاست که بزرگترین باشگاه فوتبال فقط وظیفه ایجاد هیجان در طرفدارها خودشون ندارن. این باشگاه امروزه تبدیل به محل گردش پول های کلانی شدن که ساختار اقتصادی کشور رو تشکیل میده. هر جزء کوچکی از واحد پول کشورها که صرف فوتبال اون کشور میشه با حساب و کتاب و قطعاً با بازگشت چند برابر به مجموعه فوتبال آسوده خیالی سرمایه گذاران و مدیران فوتبال رو به همراه داره. در ایران هرچند باشگاه به خصوصی سازی کامل نرسیدن، اما مدیران فوتبال با اندکی تیزهوشی و مدیریت میتوانن در پایان هر فصل با بازگشت بزرگ سرمایه روبرو باشن. شاید استخدام مربی، بازیکن، هزینه های جانبی تیم، سفرهای مختلف و غیره رقم بالایی از هزینه رو برای یک باشگاه تشکیل بده، اما با چند نگاه ویژه میشه همه این هزینه ها رو به حداقل رسون و سود خوبی رو در پایان هر فصل فوتبال به سود باشگاه واریز کرد. حجوم همه جانبه دیگه از توی برسه. نگاه کنید حرکت میکنه، پاس زیبایی رو میدازه. اینجاست که رونالدو توی درسه خیلی قشنگ زد. نگاه کنید خوشحالی او به طب دیدنی خواهد بود. رونالدو دروازه رو باز میکنه و خوشحالی رو به اردوی تیم برزیل میاره. برزیل با سیستم 3-5-2 همیشگی خودش میتونه هر حریفی رو پشت سر بگذاره، مثل این بازی و بازی های دیگه. خوشحالی اونها دیدنی خواهد بود. اینم تصویر اولیور کان که مقبوم از این که چگونه اسمش رو داره فوتبال میبینه. باز شده رونالدو شماره 9 رو ببینه. نگاه کنی در تصاویر آهسته. تو از کی تا الان فوتبال دوست شدی؟ گوشه مهم نیست که من چی دوست دارم چی دوست ندارم، مهم اینه که سود کجاست. پیام پاشو ببینم. دره میگم بلند شو. آقا جون غلط کردم، من که حرفمو باز گرفتم. بریم بابا. بیا بریم بابا. بیا ببینم.
آقا جون دستم شکست. با من راه نیای گردنت هم میشکنه. وایس اینجا ببینم. ولش کن، منظوری نداشت، اشتباه کرد. دوباره چه کندی زدی پیام؟ مادر من به خدا، من خواب بودم، روحم هم خبر نداره از این قضیه. الا این روح بی خبر تو. بابا این نفر راست میگه، منم شاهد بودم، روحش خبر نداشت. یه دقیقه ساکت باشین ببینین من چی میگم. یادت دیشب چی پیشنهاد دادی؟ پدر من، آقا جون، من غلط کردم، الان تو جمع حرفمو پس میگیرم. بی خود میکنی پس میگیری. یک بار دیگه تکرار کن. یه بار گفتم واسه هفت پشتم بس بود، دیگه هم نمیگم. بابا جان، مگه من کمربند بهت نشون دادم اینقدر میترسی؟ یک بار دیگه تکرار کن. آخه والا من دیشب گفتم که اگه شما خواستین و صلاح دونستید میخواید تیم فوتبال بخریم؟ آفرین. به این میگن یک پیشنهاد درست و حسابی. و اتفاقا با شرمانه، من پیشنهاد تو رو قبول میکنم، اعلام میکنم ما یک باشگاه فوتبال میخریم، یک تیم قهرمان با سیستم 3-5-2. پیام، زود باش، لنگ زور شد، به کارمون نمیرسیم. نکن حشمت، عقل تو نده دست این بچه کم عقل. اصلا فوتبالم شد کار؟ اگه زبونم لا یه شوت زدن به پاد یورس شل و پر شد افتادی گوشه خونه، وقت من چه کار کنم؟ چی میگی مامان؟ بابا که قرار نیست بازی کنه، قرار تیم بخره. همچه میگه تیم بخره، انگار قرار آدم سپات کنه. کی بخره برای من؟ با تو هم آقا حشمت. گوش کن، من دلم شور میزنه. بابا جان انقدر نترس، من که بچه نیستم که چشم و گوش بسته برم توی کاری. اول پرسجو میکنم، تتوی ماجرا رو در میارم، اگر سودش بیشتر از گوجه فرنگی و خیار و هندونه بود اون وقت میرم تو دلش، وگرنه حیف پول که بخواد خرج فوتبال شه. بابا قول بده اگه تیم خریدی منم تو تیمت بازی کنم. چرا که نه، توی سیستم 3-5-2 وامیسی عقب زمین، هر کی اومد تو دروازه گل بزنه یه لغت میزنی تو ساق پاش قلم میشه. چیزا چی یاد بچه‌م میدی؟ لازم نکرده شما میشینی سر درس و مشقت. راست میگن آدم از هر چی بدش بیاد سرش میاد. پیام، چی شد؟ دربندی رو پیدا کردی؟ بله آقا جون، زنگ زدم، گفت من دارم میرم دفتر روزنامه، شما تا یه ساعت دیگه اونجا باشین. من نمیفهم این دربندی دیگه کیه. یه هفت خط کاربلد، کرم فوتباله. کرمه؟ کرم، همه فوتبالی ها میشناسنش. میخوام باش مشورت کنم ببینم نظرش چیه. بیگودار باب نزن حشمت، بذار وکیل مشاله خان زنگ بزنه همه چی به نامت بشه، برین محضر، اون وقت دست به کار شو. مامان راست میگه بابا، اصلا اومدیم و نشد، اومدیم همه چی دروغ بود، اصلا شاید یه اتفاقی افتاد همه چی خراب شد، شاید تا اون افتاد تو حیوانا همه تلف شدن. ای حرفا چی میزنی؟ با حیوانا چی کار داری؟ بزرگ شدم مادر من، برای چی میزنی؟ پیام را بیو. ده بوده بیا دیگه. چش آقا جون. شما هم شعلا خانوم همین امروز شال و کلا میکنی با پونه میری دنبال خونه. وقتش رسیدی که کوچ کنیم اون بالا مالا. هر جا خودم دلم خواست. هر جا، هر چند متر، هر قیمت، فقط هر وقت که خوشت اومد یه تلفن میزنی که بیام چکش رو منویسم. وای حشمت، تو عجب آقایی بودی و تو نمیدونستی. بریم پسر. خب من آمادم، بریم. کجا؟ بیام باتون دیگه. مگه میخوام بریم شهر بازی؟ یعنی بهتره که با آبجیت بمونی بری دنبال خونه، یه مرد باشون باشه بد نیست. بریم. میبینی آبجی؟ هنوی چی نشده ما شدیم غریبه. آقا زیر زیرکی کاراشو میکنه، ما رو میفرسته دنبال نخود سیاه. فقط همین مونده دو روز دیگه تیپا بهم بزنه بندازتم بیرون. ببین چه جوری از کاه داری کوه میسازی. بنده خدا حشمت حرفی نزد که، فقط به تو گفت هوای خواهرتو داشته باش. نه اینکه غیرتیه. حالا تو هم دوست نداری اصلا نیا، من با پونه میرم. بچه نکن، نکن این باغچه خراب میشه. ببینم تو کجا شال کلا کردی؟ میرم شرکت استعفا بدم. بعد اون اتفاق دیگه نمیتونم تو چشای رئیسم نگاه کنم. خدا پس من با کی برم خونه ببینم؟ با پدرام، پیاده روی براش خوبه، تازه دایی هم هست. تو چی میگی پدرام؟ ببین ماما، اگر من با شما بیام منو باید ببریم بیرون غذا بخورم. ای به کسی نگی، بریم دیزی میخوریم. دیزی چیه ماما؟ بریم کبابی.
پس حالا که اینطوره پولم داریم دوباره میریم رستوران. خوبه. اما دوتایی بشکیره میگی با باشه. بذار بریم. خوب گوش کن ببین من چی میگم یاسر. من یه ساعت یه جا کار دارم بعد میام مغازه. خوش دارم زیرابی بری. اون وقت من میدونم و تو. اون ترم وردار زمین رو یه ته بکش. مواظب باش مشتری لیز نخوره کلش زمین. خدافظ. بچه این چیه دستت گرفتی؟ آقا جون گفتم پایین دفتر روزنامه یه نفر از دوربینای خراب و اینا رو درست میکنن. ببرم ببینم میتونه اینو درست کنه. بدش به من. موضوع این لنزش باشه خش نیفته فقط. آقا جون واسه چی انداختی؟ برای حشمت افتاره پسرش یه چنین دوربینی دستش باشه. تو خیالت نباشه برات یه دونه دیگه میگیرم بهترین جنس. جون من راست میگی آقا جون عاشقتم. یعنی مهربون ترین بابای دنیا شمایی. فقط حد آقا جون اگه اشکالی نداشته باشه و شما راضی باشین یه ماشین مدل بالا هم واسه من بخرین که دیگه خیلی عالی میشه. چون واقعا این رنوی منو دیگه خسته کرد. دیگه جنبه ندارین. تا آدم یک کلمه با تو حرف میزنه از آدم میخواین کوری بگیری. باشه برات میگیرم. میگیری آقا جون؟ فقط یک کاری هست که بعد برام انجام بده. آقا جون بازم عاشقتم. خاطر خاطری بدجور آقا جون. خودم خاطر خاطرم. اولا یه جین کت شلوار مخمل کبریتی برای من میگیری شش رنگ مختلف. دوما چهار تا جمله فوتبالی به من یاد بده میرم پیش این دربندی کم نیارم ضایع نشم. روششم آقا جون. میخوای راجع به سیستمای فوتبال با هم حرف بزنی؟ نه سیستمای فوتبال خودم بلدم. یعنی شما میدونی سیستم تو فوتبال یعنی چی؟ سیستم تو فوتبال یعنی 3-5-2. هر کی هم 3-5-2 بازی میکنه قهرمان میشه. عین برزیل. ببینم پیام. جونم. مگه فوتبال با پا بازی نمیکنن؟ چه سوالی آقا جون؟ خب معلومه بچه رو اینجا نوشته با کف دست هر تیمی را میتوان برد. آها اینو مربی قبلی تیم ملی میگفت. میگفت همه این تیم‌ها رو مثل کف دست هم میشناسن. همه این تیم‌ها رو مثل کف وقت میشناخ؟ نه بابا فقط به خاطر اینکه روحیه بده به بازیکن ها اینو میگفت. مگه با کف دست میشه به کسی روحیه داد؟ حتما دیگه. فلان روحیه گرفتی؟ شوخی میلیاردری بود. خیلی معذرت میخوام ببخشید یکم معطل شدین ها. بفرمایید. خب چی میل دارین؟ چای، نسکافه، قهوه، چی بیاره؟ چای قربونت برم. یه دونه لیوانی پررنگ. آقا صف در صف تو چای بیار. یکیش لیوانی پررنگ باشه. خدا رحمتشون کنه. بهتون تسلیت میگم. مردیم. خدا رفتگان شما رو هم بیام. خب بفرمایید چه کمکی از من برمیاد؟ والا آقا قرض از مزاحمت این بود که پدر من با شما یه کار خیلی مهم داشتن. اگه از تیترایی که درباره تو روزنامه ها زدن دلخوری نمیشد کارش کرد. باید یه جوری قضیه رو راست و ریستش میکردی. قضیه یه جور راست. نه موضوع نیست. مخلص آقای صفدر شما چرا؟ در واقع من میخوام یه فوتبال بخرم. نه 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 منظورش اینه که یه تیم فوتبال بخرن. دارین سر به سر من میذارین؟ نه سر به سرتون میذارین. نه من میخوام بدونم الان توی بازار مزنه یه تیم فوتبال چقدره. اون پیاز سیب زمینیه که شما باید کیلویی بخرین که اونم باید تشریف ببرین کجا؟ میدون تره‌بار. شما با میدون تره‌بار و پیاز سیب زمینی مشکلی دارین؟ آقا پیام مثل این که ما رو جای اشتباهی آوردی ها. نه اشمت خواهم میشه انجامش داد ولی تیمداری به این راحتی نیست. دو چیز لازم داره. یک سرمایه، دوم تخصص. شما اینا رو داری؟ سرمایه و تخصص. تخصص که ندارم ولی سرمایه تا دلت بخواد دارم. مثلا چقدر؟ 30 میلیون. آقا صفتر بفرمایین بیرون. باشه چش. گفتین چقدر؟ 30 میلیارد. عموی خدا بیامرز من وقتی که عمرشو داد به شما عجب مرد نازنینی. مرد نازنین. نمیشه خواهر من. طرف خونهش گذاشته 5500. بازم شما از من تخفیف میخوای براتون بگیرم؟ میخوای بگم همینطور بهتون مجانی بده؟ همه گرفتارن.
فقط شما که نیستید. خیلی خوب، حالا بذار ببینم چیکار میکنم. فردا. بله، خداحافظ شما. فرمایش. میبخشید ما برای خونه اومدیم. چقدر میتونید اجاره بدید؟ اجاره نداداش، اومدیم برای خرید. برای خرید. یه دونه 53 متری هست، 3 تا کوچه پایین‌تر. کف سنگ، آشپزخونه ام دی اف، پارکینگ و انباری هم نداره. میگه 50 میلیون تومان. ام که برای برخروس مایه خود بزرگتر میخوای. یه دونه دیگه دارم کوچه روبرویشه. 85 میلیون 73 متری. کف سنگ، آشپزخونه ام دی اف، انباری داره، پارکینگ نداره، بقیه امکاناتو داره. داداش اینا که آلومنکه که، بزرگتر چی داری؟ 100 متری خوبه؟ بورا بالاترم. 150 متری چطور؟ آقا خیلی بالاتر از اینا. 200 متری؟ کوچیکه. میتونم بپرسم چقدر پول داری برای خرید ملک؟ ما یه 2-3 میلیارد. چی؟ 2-3 تا. اما اونجا شما کافی گلسه ندارین؟ یا کافی شاپ؟ آقا اشمت، از نظر من شما هیچ مشکلی توی سرمایه گذاری فوتبال نداری. آقا ببخشید، از تخصص چی میشه؟ حیام جان، اصل اول سرمایه است که آقا اشمت دارن. تخصص چیز مهمی نیست، چون اصولا کسی تو فوتبال از کسی نمیپرسه که تخصص داری یا نداری. کسی از کسی نمیپرسه که تخصص داری. پس من به درد فوتبال میخورم ها؟ چرا که نه اشمت خان، چون از نظر اهالی فوتبال کسایی موفق هستن که تو خونهشون یا تو خونهشون مدیریت داشته باشن، تو نگاهشون جذبه و تو صداشون قدرت. تو نگاهشون جذبه، تو صداشون. خب من همه اینا رو دارم. پس باید زودتر شروع کنی. منم به عنوان مشاور کنار شما میمونم تا کارا زودتر پیش بره. فقط برای اطمینان بیشتر یه دونه قرارداد فینوبه میبندیم که همه چی شکل چی قانونی داشته باشه. همه چی قانونی باشه. خب نه اشکالی نداره. شما یه تیم قیمت مناسب واسه من پیدا بکن. قرار دادم رو چشم میبندیم. ولی آقا فکر کنم این وقت سال پیدا کردن یه تیم مناسب سخت باشه. اتفاقا پیام جان وقتش همین الانه، چون تیما به نیم فصل که میرسن از نظر مالی کفگیرشون میخوره به ته دیگ. تا جایی که پول ندارن کفش و شورت ورزشی واسه بچه ها بخرن، نمیتونن با هواپیما از این شهر به اون شهر برن، با ماشین میرن. وقتی میرسن که بازی دیگه تموم شده. خب حالا این چیزا چه ربطی به من داره؟ اتفاقا ربطش اینه که شما در این موقع با یه جیب پرپول وارد میشی، مثل یه ناجی قهرمان تیمو از بحران مالی نجات میدی. مثل یه ناجی قهرمان. بله، بعد به ازای پولی که گذاشتین سهام باشگاه رو میخرین و یواش یواش میشین همه کار. آقا درسته؟ کاملا درسته. فقط شما برای شروع احتیاج به یه خورده سابقه و چند تا عکس ناقابل دارید. خب من تو بچگی چند بار تو تیم فوتبال مدرسه بازی کردم. عکسم یکی دو تا 3-4 دارم مال 2-3 سال پیش. یه عکسم دارم تو سردر مغازه. آقا حشمت، منظور من حضور فعال تو فوتباله. از نظر اهالی فوتبال مدیری موفقه که یه دونه عکس لااقل با شورت ورزشی داشته باشه. شورت ورزشی؟ بله. آقا ببخشید، شما که از رابطه پدر من با فوتبال با خبرین، نه سابقه هست نه عکسی. میدونم، ولی بدون داشتن سابقه درخشان مشکل بشه وارد این سیستم شد. وارد سیستم شدن مشکله. خب به نظر میرسه که راهی نیست، داریم وقتمون تلف میکنیم. اتفاقا برعکس آقا اشمت، خوشبختانه تو فوتبال ما همه چیز شدنیه. من میخوام به کمک آقا پیام از شما یک ستاره فوتبال بسازم. آقا اشمت پاتلایی، ورود شما را به دنیای حرفه‌ای فوتبال تبریک عرض می‌کنم. تاکری. سلام. سلام پونه جون. خوش اومد خانم سوری. چه خبر؟ خوبی؟ من راستی پونه، قضیه چیه؟ بچه ها چی میگن؟ چی میگن؟ میگن پدرت و برادرها دیروز با چند تا از طرفدارای فوتبال دعواشون شده. کار کشته به کلانتری، تازه تلویزیون هم نشونشون داده. آقای رئیس اومده. آره، خیلی هم عصبانی و دماغ بود. راستی خواستگاری چی شد؟ هیچ، به هم خورد. اه جدی میگی؟ آخه چه بد. موسیقی
خانم سوری؟ سلام. سلام. خانم شما دیروز که تشریف نیاوردین. امروز هم که 10 دقیقه دیر اومدین. میشه دلیل این همه بی‌توجهیتون رو بدونم؟ ببخشید. راستش ببینید خانم توضیح نمیخواد بدی واسه من. به خاطر این اشتباهی که کردین 10% از قرارداد ایمایتون کم میشه. اعتراضی که نداری؟ نه خیر. فقط بذارید من توضیح بدم. من به خاطر اتفاقات گذشته شما رو مقصر نمیدونم. البته از این به بعدم میتونید مثل سابق به کارتون ادامه بدید. مشکلی نیست از نظر من. هیچ کس حق نداره از این به بعد پشت سر این خانم حرف بزنه. روشن شد؟ آقای اسمت، این آقا پیام امروز پیش من میمونه تا بهش بگم کارا رو از کجا شروع کنه. شما هم برو دانش خودتو درباره فوتبال ببر بالا و قوی کن. چون آشنایی با اصطلاحات و قوانین فوتبال اولین چیزیه که مدیر موفق باید بدونه. آشنایی با قوانین و اصطلاحات فوتبال. اگه میشد این بخشش رو فاکتور بگیریم بهتر بود. آخه میدونی من از بچگی حفظیجاتم ناجور بوده. طول میکشه بتونم اینجور چیزا رو عبر کنم. آخه حشمت جان، بازیکن جماعت از مدیر ضعیفی که دانش فوتبالی نداشته باشه حساب نمیبره. بس برو تا اونجا که میتونی دانش فوتبال تو قوی کن. هر سوالی هم که داشتید یادداشت کنید. من که شب اومدم خونه از خودم بپرسین. من خودت میپرسم. فقط دربندی جان، من خوش دارم یه باشگاه همه فن حریف داشته باشم غیر فوتبال. دو تا رشته درست و حسابی مثل کشتی و کاراته هم توش باشه. حشمت جون، آسیاب به نوبت. بذار اول فوتبال درب داغون این مملکت یه سرسامونی بش بدیم، بعد برسیم به رشته های دیگه. ها آره، فوتبال درب داغون.